اظهارات رئیس جمهور کرزی درباره گفتگوهای پنهانی میان آمریکا و طالبان، رد تحویل دهی زندانیان خطرناک بگرام به حکومت، کیفر مرگ به شهروند ایران در افغانستان، هنر و بازتاب چهره متفاوت افغانستان برای جهانیان و پیامدهای ناگوار جنگ سوریه بر منطقه. سلام، با خبرهای ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یکشنبه 20 ماه هوت سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 ماه مارچ سال 2013 میلادی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای ساعت. گفتگوها میان آمریکا و طالبان هر روز در اروپا و کشورهای حوزه خلیج جریان دارد. رئیس جمهور کرزی می گوید که وی از این گفتگوها آگاه می شود. آقای کرزی با اشاره به حملات هراس افغانانه طالبان تاکید می ورزد که طالبان با ادامه این حملات ثابت می سازند که طرفدار حضور نیروهای خارجی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان هستند. در این حال سفارت آمریکا در کابل می گوید که امریکا از گفتگوهای صلح و رهبری افغانان حمایت می کند و گروه طالبان از ماه مارچ پارسال گفتگوهایشان را با امریکا به تعویق انداخته است. در این باره شریف امیری گزارش دارد. به سر گفتگوهای پنهان میان واشنگتن و طالبان از اروپا تا کشورهای حوزه خلیج، رئیس جمهور کرزی در مراسم بزرگداشت از روز جهانی زن از برخ پنهانکاری های واشنگتن و طالبان پرده برمی دارد. به باور رئیس جمهور، واشنگتن و طالبان فرسنگ ها دور از کشور و بدون حضور کابل روزانه گفتگو دارند و ظاهراً رئیس جمهور از این کار خوشنود به نظر نمی رسد، هرچند طالبان این گفته ها را رد می کنند. کلان های اینا، نمایندگان به نام اینا هر روز در خارج با امرای امریکا صحبت دارند. ما خبر داریم، بر ما میگن، هم خود خارج ها بر ما میگن، هم طالبای وطن دوست میان پشت سر ما را خبر میکنن که بین کلانای ما و بین امریکا اینی معامله روان سویشتانه بگیرین. در اروپا و در مناطق ممالک خلیج هر روز بین امریکایی ها و خارجی ها و طالب ها صحبت است. ما از مدت های درازی بدین سو از پروسه برهبری افغان ها تاکید میکنم، از پروسه برهبری افغان ها جهت گفتگو میان افغان ها حمایت کردیم. طالبان در ماه مارچ سال 2012 گفتگو با ایالات متحده امریکا را به حال تعلیق در آوردند. هر دو رئیس جمهور آقای اوباما و آقای کرزی گشایش یک دفتر برای طالبان در دوحه غرض مذاکره میان شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان با صلاحیت طالبان را حمایت نمودند. اکنون این مربوط به طالبان است تا قدم های بعدی را بردارند. آنها می دانند که آنها باید چی کار را انجام دهند. رئیس جمهور طالبان را به طرفداری از حضور امریکا پس از سال 2014 میلادی این گونه متهم می سازد. بمهایی که دیروز منفجر شد به نام طالب در حقیقت خدمت به خارجی ها بود. خدمت به این بود که حضور خارجی ها در افغانستان باشه نرن. آقای کرزی از خواست های برخ از کشورها در برابر معادن کشور نیز پرده بر می دارد. بعض از کشورها پیش از پیش بر ما نوشته کردن به شمول امریکا که فرانی چیز ما میخواییم. اصال بر ما نوشتن که چون ما و شما متحد استیم فرانی مواد زیر زمین تان ما کار داریم دکه کسنتین. ما افتیم بیا باز گپ میزنیم. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر سال 2014 را سال پیشرفت و بدور از خطر بحران در کشور میداند با تاکید می‌ورزد که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده برگزار خواهد شد. سالی که انتظار می‌رود در آن دو رویداد مهم، یعنی انتقال سیاسی و نظامی در کشور صورت خواهد گرفت. در این حال آمریکا زندانیان خطرناک را به حکومت افغانستان نخواهد سپرد. فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان میگوید که سپردن زندانیان خطرناک مشمول روند واگذاری مسئولیت‌های زندان بگرام به افغانستان نیست، زیرا واشنگتن میخواهد که این زندانیان را نمیخواهد که این زندانیان بار دیگر به میدان نبرد برگردند. در این حال رئیس جمهور کرزی حکم را صادر کرده است که بر بنیاد آن نیروهای خارجی و همکاران افغان آنان از بازداشت‌های خودسرانه دانشجویان و دانش آموزان باید جلوگیری کنند. ولی آریان گزارش می‌دهد.
زندان بگرام و تنش‌های تازه میان کابل و واشنگتن. این تنش‌ها از گذشته ها در بوری زندان بگرام وجود داشتند. اما اکنون تنش‌ها میان کابل و واشنگتن در بوری انتقال کامل زندان بگرام به حکومت افغانستان یک بار دیگر اوج گرفتند. رئیس جمهور کرزی و فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان با واگذاری کامل مسئولیت‌های زندان بگرام به افغانان در هفته روان توافق کردند. اما فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان به CNN گفته است که زندانیان خطرناک به حکومت افغانستان سپردن نخواهند شد. اگر تهدید به نیروهای ما باشد، انتقال را انجام نخواهیم داد. زیرا می خواهیم اطمینان به دست آوریم که زنان و مردان جوان ما که در این کشور حضور دارند و با تهدید روبرو هستند، از امنیت مناسب برخوردار خواهند بود. اگر نیاز باشد که افراد در زندان باشند، خودمان را مطمئن خواهیم ساخت که آنان در زندان هستند. همزمان با این نگرانی های هم وجود دارند که اگر زندانیان خطرناک به حکومت افغانستان سپرده شوند، بر بنیاد مصلحت های آنان آزاد خواهند شد، کاری که پیش از این هم شده است. ناتوانی ها در کار نگهداری زندانیان خطرناک از سوی افغانان هم نگران کننده به نظر می آیند. حامد کرزی یکی از اهدافشی است که زندانی های طالب باید در زندان وجود نداشته باشد، تمام اونا باید آزاد شود و به احتمال قوی بعد سال 2013 حامد کرزی علاقمندی جنگ با طالب هم ندارد. با این همه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تاکید می ورزد که کابل و واشنگتن در این باره به یک توافق خواهند رسید. حکومت افغانستان داشتن زندانیان و زندانهای نظامیان خارجی را در کشور نقص حاکمیت ملی افغانستان می داند. اما براستی هم هدف رئیس جمهور همین است. خود بحث حاکمیت ملی هم یک بحث نسبی و یک بحث هست که می تواند در تمام موارد مورد سوال باشه که متاسفانه قسمت زیاد دوره حکومت افغانستان به او نمی پردازه، مثل بحث افغانهایی که در گوانتانامو هستن و یا سایر موارد بحث مسائل استقلال اقتصادی افغانستان که امروز تمام امکانات ما به دست نیروهای بین ملی و قوتهای خارجی و دوستای بین ملی هست، به این مسائل اصلا پرداخت صورت میگیره. فلحاظا ما میتونیم به این شک و تردید بکنیم که این برخوردها برخوردهای سلیقه‌ای هست، برخوردهایی است که در قبال از این اهداف سیاسی نهفته است و بهره‌گیری های سیاسی متاسفانه میشه. در ادامه این ابهام ها و تنشار رئیس جمهور کرزی حکم را صادر کرده است که بر بنیاد آن نیروهای خارجی و همکاران افغان آنان باید از بازداشت های خودسرانه دانشجویان و دانش آموزان دست بردارند، زیرا این نقص حاکمیت ملی کشور است. در این حکم آمده است که نیروهای خارجی با داخل شدن به دانشگاه ها به آثار وضعیت و بازداشت دانشجویان می پردازند. در این حکم به وزارت های امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور داده شده است که از داخل شدن نیروهای خارجی به دانشگاه ها و دیگر نهادهای آموزشی جلوگیری کنند. از سوی دیگر مهلتی که رئیس جمهور کرزی برای بیرون شدن نظامیان ویژه آمریکایی از ولایت میدان وردک داده بود، امروز به پایان رسید. اما هنوز هم این نظامیان میدان وردک را ترک نکردند. آمریکاییان هم در این باره چیزی نگفتند و روشن نیست که آیا نظامیان ویژه آنان از میدان وردک بیرون خواهند شد یا نه. با این همه آمریکا هنوز هم مشغول جنگ در افغانستان است و به پایان دادن موفقانه این جنگ پابند است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با تاکید بر این مطلب میگوید که واشنگتن و متحدانش به تلاش‌هایشان ادامه خواهند داد تا افغانان توانه توسعه کشور خودشان را در یک فضای دموکراتیک به دست آورند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از تلاش‌های نظامیان آمریکایی و ناتو در پیکار با هرس افغانی ستایش می‌کند. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پس از آغاز رسمی ماموریتش در پنتاگون به افغانستان آمده است و می‌خواهد تا خود اوضاع جنگ را در این کشور ارزیابی کند. آقای هیگل می‌گوید که هدف از دیدارش با فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان و رئیس جمهور کرزی تلاش برای فراهم ساختن زمینه بیرون کردن هزاران نظامی آمریکایی به گونه بهتر از افغانستان است. آقای هیگل در پایگاه بگرام با جنرال ویلیام میویلی فرمانده نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان دیدار کرد و پس از آن به شهر جلال آباد رفت و در آنجا با سربازان قطعه 101 نیروی هوایی ارتش آمریکا دیدار کرد. هیگل در یک مراسم کوچک در فرودگاه شهر جلال آباد نخستین مدال قلب بنفش را به حیث رئیس پنتاگون به دو سرباز آمریکایی که در سال گذشته میلادی در انفجار زخمی شده بودند اهدا کرد. در همین حال آقای هیگل درباره حمله انتحاری روز شنبه شهر کابل میگوید که از این حمله شگفت زده نشده است.
اجازه دهید تا همدردی عمیقم را با خانواده های این رویدادها ابراز کنم. من درباره این حمله ها میدانم و بسیار متاسف هستم. ما در جنگ هستیم. جنگ متوقف نشده است و ما با یک جنگ در اینجا درگیر هستیم. این تنها واقعیت است. ما با همکاران افغان و ائتلافمان با همکاری برای پیشبرد این جنگ ادامه خواهیم داد تا اطمینان به دست بیاوریم که مردم افغانستان هر گونه توانایی و حق را برای توسعه کشورشان به شیوه خودشان و در یک دموکراسی دارند. به نظر می رسد این دیدار چک هیگل از افغانستان کمک خواهد کرد تا براک اوباما آخرین تصامیمش را درباره پایان جنگ افغانستان بگیرد. امریکا 66,000 نظامی در افغانستان دارد و قرار است تا پایان سال 2014 میلادی بسیاری از این سربازان افغانستان را ترک کنند. دادگاه ابتدایی شهری ولایت بادغیس یک شهروند ایران را با اتهام جاسوسی از نهادهای نظامی افغانستان برای بخش اطلاعات از سپاه پاسداران ایران به اعدام محکوم کرد. رئیس دادگاه ابتدایی شهری بادغیس میگوید که این مرد با نام مستعار محمد محمدی به گونه غیرقانونی وارد ولایت هرات شد و سپس با راهنمای کنسولگری ایران در هرات به بادغیس رفت تا اطلاعات محرمانه ای را درباره نهادهای نظامی افغان و خارجی در این ولایت و نهادهای اطلاعاتی ایران بفرستد. در اتهامنامه دادستانی مبارزه با تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی بادغیس آمده است که این مرد عضو بخش اطلاعات سپاه پاسداران ایران است و یک ماه پیش به گونه غیر قانونی وارد ولایت هرات شد. تحقیقات لازم در قسمت ازو به دست میاد، اسناد مدارکی که در داخل جیب ازو هست که هویت ایرانی بودن ازو ثابت میکنه، همگی به دست میاد. من ازو دو سیم کارت، یک سیم کارت ایرانی و یک سیم کارت افغانی از داخل جیب ازو به دست میاد که سیم کارت ایرانی تماس های به هندوستان داشته، تماس های به ایران داشته که به شفر تماس گرفته بوده. رئیس دادگاه ابتدایی شهر بادغیس میگوید که این مرد با نام محمد محمدی ظاهرا برای کارگری به ولایت بادغیس فرستاده شده است و 6 روز پس از آمدنش به بادغیس از نزدیک پاسگاه ارتش ملی و پایگاه نظامی اسپانیا در ولسوالی مقر این ولایت بازداشت شده است. مطابق ماده 2 قانون جرایم علی امنیت داخلی و خارجی به اتفاق آرا هیئت قضایی تصمیم گرفت او رو به شدت مجازات، یعنی اعدام محکوم به مجازات. رئیس دادگاه ابتدایی شهر بادغیس میگوید که اسناد و شواهد کافی وجود دارد که نشان میدهند این مرد اطلاعات نظامی را از این بخش ها به مقام های ایران میفرستاد. از همین رو این دادگاه برای این شهروند ایران کیفر مرگ تعیین کرده است. درخشش هنرمندان و نویسندگان افغانستان در جهان چهره تازه از افغانستان را به نمایش گذاشته است. شمار از هنرمندان ما با جایزه های معتبر جهانی نیز دست یافتند. کارنامه های هنری کشور ما در جهان بازتاب فراوان داشته است و دید جهانیان را نسبت به کشورمان تا اندازه دگرگون ساخته است. سال حسادات شمار از این رویدادهای جهان شمول را گزارش می دهد. امسال رویدادهای هنری چهره متفاوت از کشور ما را در جهان به نمایش گذاشته است. سنگ صبور اکنون به یک نام شناخته شده و پرآوازه مبدل شده است. این فیلم از سوی عتیق رحیمی نوشته و کارگردانی شد. بیشتر بخش‌های این فیلم در کازابلانکای مراکش تصویر برداری شده است. در داستان سنگ صبور اکشن نیست، ولی بسیار چیزها به درون زن میگذره و بسیار چیزها را زن زندگی میکنه. سنگ صبور در جهان سینما بسیار ستایش شد و در شمار زیاد از کشورها به نمایش گذاشته شد و جایزه بهترین فیلم در جشنواره دیدار را به دست آورد. سینماگرای بزرگ و بازیگرای بزرگ مانند شنپن در مورد فیلمم گفته که یک درس خوب سینمایی است برامون، چون که صحنه سازی ها را به قسم ساختیم که با وجودی که همش در یک صحنه میگذره، در یک اتاق میگذره، ولی بازی، کار بازی که از گرفتیم از گلشیفته فراهانی و بازی با کمره و بازی با ساوند و صدا و موسیقی قسم شده که 1.5 ساعت فیلم به صورت بسیار ویژه زود میگذره. فیلم
بچه های بزکشی بازیگران افغان را تا اسکار کشاند. هرچند فیلم نامنویس بچه های بزکشی یک فیلمساز امریکایی است، اما حضور بازیگران افغان در اسکار یک تحول بوده می تواند. فیلم وجمه از ساخته های برمک اکرم، نویسنده و کارگردان افغان، برنده جایزه بهترین فیلمنامه دراماتیک در بخش سینمای جهانی در جشنواره سندنس شد. آریانا دلاوری، بانوی جوان ترانه‌ساز و آوازخوان آمریکایی افغانستانی تبار، با تهیه آلبوم موسیقی شیر پنشیر یک جایزه جهانی را در جشنواره ساو پاولو در برازیل از آن خودش ساخت. یک آهنگ این آلبوم طالبان رفته بود نام دارد. بیشتر آهنگای این آلبوم در سال 2007 میلادی در افغانستان در زادگاه پدرش ثبت شده است. سفر هنری من در نزدیک به 7 سال گذشته به افغانستان بسیار زیاد بوده است. چنین نیاز را احساس کردم. نخستین سفر در سال 2002 بود و به گونه کامل زندگی مرا تغییر داد و بسیار یک سفر سخت بود. زیرا دشواری های فراوان از جمله نبود برق را دیدم و مرا شگفت زده کرد. چیزی را که حتی تصور کرده نمی توانستم. در یک رویداد دیگر عمر اکرم، آهنساز آمریکایی افغانستانی تبار، در 55مین جشنواره گرمی در لس آنجلس آمریکا جایزه بهترین آلبوم نسل تازه را از بحر آلبوم پژواک های عشق دریافت کرد. این جایزه از معتبرترین جایزه های موسیقی جهان است. اصلا گرمی اوارد آمریکا یک جایزه بسیار عالی و بسیار بلند دنیاست از نگاه موسیقی. و ایرا اصلا چندین هزار سیدی از تمام دنیا یک جای به امریکا روان میکنن و یک گروپ است که ایرا انتخاب میکنه. سفر نوازندگان اینستیتوت موسیقی افغانستان شهروندان امریکایی را شگفتی زده ساخت و با استقبال گرم مردم و مقام های امریکایی روبرو شد. این رویدادها چهره دیگر افغانستان را به جهان به نمایش گذاشت. چهره دور از فساد اداری، خشونت ها و مواد مخدر. بیشتر شدن فعالیت های هنرمندان نه تنها که دید جهان را در برابر افغانستان تغییر داده است، بلکه دید شهروندان کشور خودمان را نیز در برابر روند کنونی تغییر داده است. با این همه در کنار پدیده های زشت و منفی در کشور، هنرمندان این سرزمین چهره دیگر از افغانستان را به جهان به نمایش گذاشتند و معتبرترین رسانه های جهان صفحه های بسیار و وقت زیادشان را به این رویدادها اختصاص دادند. ادامه خبر هاست طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان هشدار میدهد که اگر جامعه جهانی میخواهد از این انفجار احتمالی در خاورمیانه جلوگیری کند، باید به درگیری ها در سوریه پایان دهد. و میگوید که ادامه جنگ داخلی در سوریه میتواند بر همسایگان این کشور و نیز بر افزایش شکننده منطقه اثرهای ناگوار بگذارد. ادامه درگیری ها در سوریه و افزایش روزافزون پناهجویان سوری در کشورهای همسایه، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان را سخت نگران ساخته است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از جامعه جهانی می خواهد تا برای پایان دادن به درگیری ها در سوریه به گونه جدی دست به کار شود، وگرنه این درگیری ها می توانند خاورمیانه را دگرگون سازند. اگر جهان می خواهد از یک انفجار احتمالی در خاورمیانه جلوگیری کند، باید بعد درگیری ها در سوریه پایان بخشد.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که نیاز است تا کشورهای میزبان پناهجویان سوری بیشتر حمایت شوند، زیرا برخی از این کشورها به ویژه اردن در فراهم ساختن کمک‌های اولیه به پناهجویان با دشواری‌های روبرو هستند. این درخواست در حال صورت می‌گیرد که به گفته سازمان ملل متحد از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه تا کنون 1 میلیون تن مجبور به ترک سوریه شدند و بیشتر آنان به لبنان، اردن، ترکیه، عراق و مصر پناه بردند. با این همه روشن نیست که با وجود تلاش‌های جهانی درگیری‌ها در سوریه چی زمان پایان خواهند یافت. در حمله یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی بر وزیرستان شمالی 2 تن کشته شدند. با گفته مقام‌های استخباراتی پاکستان در این حمله یک خانه در روستای محمد خیل آماج چند موشک قرار گرفت. این مقام‌ها می‌افزایند که این خانه به گونه کامل ویران شده است. باز هم خوش آمدید به این هم چند خبر اقتصادی. اتاق تجارت و صنایع یک بار دیگر هشدار می‌دهد تا زمانی که دولت به خواستای آنان پاسخ ندهد، هیچ کلاه بازرگانی وارد شهرها نخواهد شد. مسئولان این اتاق میگویند تا هنگامی که گردآوری اخاذی‌های شهرداری‌ها در دروازه‌های شهرها متوقف نشوند، بازرگانان موتورهایشان را در گمرک‌های کابل و ولایت‌ها متوقف می‌سازند. در این حال، بازرگانان نیز از این فیصله اتاق تجارت صنایع پشتیبانی می‌کنند. در این باره شهلا مرتضایی گزارش می‌دهد. اتاق تجارت و صنایع و بازرگانان گردآوری محصول خدمات شهری را در دروازه های شهرها غیر قانونی می دانند و می گویند که این پول به جیب دولت نه بل به کسی مافیا می ریزد. بازرگانان دست به اعتصاب کاری زدند و می گویند هیچ بازرگانی کالاهای بازرگانی را در گمرک ها طی مراحل نمی کنند تا مشکلشان حل گردد. امروز اعلام می کنیم تا زمانی که دولت موقف خود را رسمی بر ما اعلام نکند و تغییر نده و به این خواسته های بجا و معقول و منصفانه ما مطابق ماده 42 قانون اساسی که هست این جواب نده و موقف نگیره، ما اعلام میکنیم که هیچ نوع مال تجارتی دیگه داخل شهرها نمیشه. تمام کالاهای تجارتی در گمرکات ما توقفش میتیم، بانک بوی بگیره خراب شوه، اما با بخاطر این دزدایی که در مسیر راه هست ما دیگه ایره انتقال نمیدیم. از سوی هم وزیر اقتصاد که عضو کمیته اقتصادی شورای وزیران است، درباره گردآوری دوباره محصول خدمات شهری از سوی شهرداری‌ها در دروازه‌های شهرها چنین دیدگاهی دارد. واقعیت امری است که در محاسباتی که از طرف وزارت تجارت ما صورت گرفته بود، یک اندازه اشتباه وجود داشت. و تصور از اونایی بود که عوایدی که از طریق شهروالی‌ها به دست می‌آمد به مراتب معیارش بلندتر از این بود که با 0.25% تأمین شود. و حداقل باید بین 2 تا 2.5% در مالیات اضافه شود تا بتانه که پول شهروالی ها را به خاطر مصارفشان تأمین کنه. این در حال است که شماری از بازرگانان میوه های تازه از احتمال فاسد شدن میوه ها نگران هستند، اما مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند که در نشست با بازرگانان در این باره تصمیم خواهند گرفت. و این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار امریکایی 53 افغانی و 80 پول، 1 یورو 69 افغانی و 70 پول، 1 درهم امارات 14 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 541 افغانی. خبرهای ورزشی را سعید سیاوش زمینی تقدیمتان می کند. با عرض سلام، این همچند رویداد ورزشی. تیم ملی بایسکلرانی دختران و پسران افغانستان برای حضور در رقابت‌های بایسکلرانی قهرمانی کشورهای آسیایی امروز رهسپار هند شد. این رقابت ها با حضور رکاب زنان 41 کشور آسیا در دهلی نو برگزار می شوند. در این رقابت ها به نمایندگی از افغانستان 4 رکاب زن دختر و 6 ورزشکار پسر شرکت می کنند. این نخستین بار است که ورزشکاران بایسکلرانی کشور در رقابت های بایسکلرانی کشورهای آسیایی شرکت می کنند. شاید نتانیم مدال کسب کنیم، اما حضور ما در این مسابقات حتمی است. ما به خاطر گرفتن مدال و قدر سرش حساب نمی کنیم، برای اینکه اولین بار است که ورزشکاران ما در مسابقات وسط بالا حضور به می سرند.
این ورزشکاران میگویند با آنکه میدانند دستاورد از امچول رقابت ها کار دشوار است، اما حضورشان برای به دست آوردن تجربه در رقابت های بعدی موثر است. رقابت های انتخاباتی مجدنی حرفه‌ای در قطعات ویژه وزارت امور داخله پایان یافتند. در پایان این رقابت ها 13 مبارز برتر برای حضور در تیم منتخب مجدن حرفه‌ای قطعات نیروهای ویژه وزارت امور داخله برگزیده شدند. در این رقابت ها 32 مجدن از باشگاه ورزشکاران و رزمیکاران وزارت امور داخله و ریاست عمومی قطعات نیروهای ویژه پلیس شرکت کرده بودند. این رقابت های یک روزه در تالار ورزش ریاست عمومی قطعات نیروهای ویژه پلیس برگزار شده بودند. و اینکه رقابت‌های قهرمانی والیبال جام اتصالات امروز در کابل آغاز شدند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی 5 تیم برتر برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر والیبال افغانستان که تا یک ماه دیگر در کابل برگزار خواهند شد گفته شده است. این رقابت‌ها با حضور 10 تیم از باشگاه‌های آزاد شهر کابل برگزار شدند. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیم می‌کند. فردا کابل هوا نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. مزار شریف هوا نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9. کندهار آسمان نیما آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. جلال آباد آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14. و هرات آسمان نیما آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7. این بود خبرها تا این ساعت. از توجه و امرایتان تا این دم جهان سپاس. وقت خوش داشته باشید.